سلام، به تفسیر خبر امروز خوش آمدید. بعد از توافق ژنو، بخش زیادی از تحریم‌های ایران بناست که لغو بشه و این لغو در یک برنامه مشترک در حال پیگیری است. در هفته‌های گذشته دو مورد از تحریم‌ها لغو شد، یکی مربوط به صدا و سیما البته به صورت مشروط و دیگری در حوزه خرید نرم افزار و تکنولوژی بود که در برنامه امروز به این موضوعات خواهیم پرداخت و با آقای مهندس علی اکبر موسوی خوئینی همراه شما خواهیم بود تا این موضوع رو بررسی بکنیم. در حالی که دولت ایران ضمن ممنوعیت استفاده از آنتن‌های گیرنده ماهواره به جمع‌آوری آنتن‌ها از مجتمع‌های مسکونی اقدام می‌کند، اما از اونجایی که این سختگیری‌ها نتونسته از رشد استفاده آنتن‌های ماهواره‌ای جلوگیری کند، ایران اقدام به ارسال پارازیت به روی سیگنال‌های ماهواره می‌کند. ارسال پارازیت با اعتراضات گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران، خصوصاً به دلیل نگرانی از ایجاد بیماری های مختلف در میان شهروندان قرار گرفته است که تا کنون نتیجه بخش نبوده است. دوست پسر داشتن رو افتخار میتونم. میگن تو ماهواره اصلا مشکل نیست، یا پدر مادرهای ما اصلا برای ما نمیگن که این بده، اصلا مسئله نیست. ولی وقتی که میان تو وادی این مسائل که میفتن، پدر و مادر اطلاع پیدا میکنن که مشکلات تازه تازه براشون شروع میشه. اختلاف بین پدر و مادر و بچه ها شروع میشه، سرکشی کردن بچه ها شروع میشه، بعد نافرمانی کردن، گوش نکردن به مسائل های پدر و مادر، پرخاشگری هایی که به مادرهاشون میکنن. ما گاهی وقتا برخورد کردیم به این مسئله که مادر میاد توی مدرسه شروع میکنه به گریه کردن که من نمیدونم چی کار کنم با این دخترم. خواهشن نذارید با دوست، مثلا این دوستش که کنارش نشسته یا اسمی از اون دوستش میاره که با این دوستشون خیلی رابطه محکمی داره و تاثیر بدی روی بچه من گذاشته. مجموعه های ماهواره‌ای اعتیادآور است. بررسی این مجموعه ها نشان میدهد سازندگان و پخش کنندگان آنها با ایجاد هیجان‌های کاذب و همچنین پخش هر شب سریال‌ها به مدت طولانی باعث اعتیاد مخاطبان خود به این برنامه‌ها می‌شوند. اکثر شد علمای امروز روانشناسان مثلا بخش‌های مثل شبکه‌های فارس و همون فارسیوان یا مثلا PMC اینا رو اگر تأیید نمی‌کنن تکذیب می‌کنن به خاطر اون آثار اخلاقی منفی اونه، چون فرهنگ غیر اسلامی، غیر دینی، غیر ایرانی رو داره القا می‌کنه، فرهنگ غربی رو داره جا میندازه و این فرهنگ غربی جا انداختن یعنی ازدواج به اون شکل، حالت بی‌غیرتی مثلا فرض کن ترویج پیدا میکنه، حالت بی‌بندوباری، هرزه‌گویی، زیاده‌گویی، شخص آزاد بی حد و حصر دسته در دین ما یا در احکام اسلامی ما یا در کشور ما. ما معمولا اون آزادی با حد و حصر چارچوب داریم، ولی تا یه بچه 15 ساله باید 15 سال بفهمه، سن تقریبیش باید با به قول معروف چجوری باید با بهره هوشیش بخونه، حالا هوشی بیشترش مهم نیست، ولی سن تقویمیش باید با بلوغ شخص همخونی داشته باشه. عدم هماهنگی بلوغ با سن بچه میشه بلوغ زودرس. من جواب میخواد اینا ثابت کنه که من دیگه بزرگ شدم، من دیگه بچه نیستم، من برای خودم یک ایده خاصی دارم و شما باید من رو به عنوان یک فرد مستقل بپذیرید. خب این اصل ماجرا اینه که بیس مونتا ببینید نوجوان باید یه الگویی داشته باشه دیگه، یعنی برای رسیدن به اون هویت جدید هم باید به هر حال از یک الگوهایی پیروی بکنه. اونچه که در گذشته وجود داشت این بود که الگوهایی که به صورت برای فرزندان بودن که همون پدر مادر بودن، این الگوها برای اون فرزند قابل قبول بودند، برای اینکه اختلاف زیادی بینشون از لحاظ ایده و عقیده وجود نداشت. ولی اون چیزی که الان وجود داره یعنی که بچه ها این پدر مادر رو حالا از لحاظ اندیشه، از لحاظ فکر، اون الگویی که بایستی باشن نمیپذیرند. ببینید برابر این نوجوان ما یه مقدار دچار مشکل در بحث هویت یابی خودش میشه. یه مقداری نسل نوجوان ما میتونم بگم یک نسل طغیانگر، یک نسل عصیانگر، نه فقط در کشور ما، نه فقط در من، این بس جهان شموله. به عنوان یک مادر اگر من فرض ببینم که فرزندم تحت تاثیر بعضی
وقتی برنامه های مثل برنامه های پی ام سی، مثل برنامه های فارسی بان که فارسی زبان هم صحبت می کنن و فیلم هایی که تو این دوتا برنامه نشون میده، سعی می کنم که به دختر خودم آگاهی بدم که نبادا یه موقع تحت تاثیر این برنامه ها قرار بگیره و این آگاهی نه با زور و با تهدید یا با دستور دادن حکم کردن، نه، آگاهی که باهاش خیلی دوستانه صحبت بکنم، مثلا اون جنبه های بدی که ممکنه در زندگی روی اون اثر بذاره در رابطه اون جنبه ها باهاش صحبت میکنم. والدین میتونن یه مقداری فرهنگ خودشون رو به سمت فرهنگ فرزندشون نزدیکتر بکنند و اون رو بشناسند، ماهیت اون رو دریابند که چرا این است، چرا اینطوریه. اون آثار تخریبی ماهواره به عنوان مسئله شبکه های فساد و مستهجن و اینو مطرح هستش، روی بزرگان اثر داره، چه برسه نوجوان و نونهال. به این ترتیب باید انسان کنترل کنه مسائل رو، خط بدین، فرهنگ سازی بشه تا این بلوغ زودست ایجاد نشه، به تبع اون بیماری بلوغ زودست پیش نیاد. و بلوغ زودست هم بسیار خطرناکه، چون شخص عقلش روش نکرده ولی امیالش روش کرده، شخص غرایزش سریع داره هجوم میاره بهش، فطرت داره مخفی میشه و به این ترتیب به خاطر اون غرایز جنسی طرف تربیت جنسی خوبی به صورت برش پیش نمیاد و اون تربیت جنسی بد باعث میشه که ایشون به جنگ ذهنش رو درس و تحصیل و کار و این چیزا بیفته، خود به خود ذهنش میرسه به یک سری مسائلی که مثلا باید 10 سال گیرش برسه حالا میخواد بهش برسه. پدر مادر من فکر میکنم باید به بچه آگاهی بده که با خوب استفاده کن، یا اون حجب حیا باید بمونه. در اسلام رو حیا خیلی تاکید شده، این حیا نباید از بین بره، این فرد عفت و حیا نباید پاره بشه که بچه روش باز بشه. نمیشم به قول معروف با گفتم علم جنگید، با تو نمیشه جنگید دیگه. امروزه با تحقیر کردن، با دشنام دادن، با پرخاشگری کردن، با مقایسه کردن، با به رخ او کشیدن کار درست نمیشه که بدتر میشه. ببینید خیلی پس وظیفه والدین سنگین شده در واقع، که باید مطالعه بکنن، باید اطلاع داشته باشن، باید خود پدر مادر با هم دیگه حرفاشون صحبتاشون یکی باشه، تضاد و تعارض نباشه و اوقات فرزندشون رو با مهارت‌های مثبت در واقع پر بکنن. حالا در این زمینه اجتماع هم خیلی نقش داره، رسانه ها خیلی نقش دارن. رسانه ها چه چیزی رو به تصویر میکشن برای این نوجوان؟ رسانه ها چه به صلاح الگوهایی رو برای این به تصویر میارن؟ کتاب ها چی می نویسن؟ فیلم ها چی میگن؟ در مدرسه معلم ها چی میگن؟ اجتماع خیلی نقش میتونه داشته باشه برای یک نوجوان و همه باید، همه تقریبا، نمیتونم بگم 100%، ولی سعی بکنیم هممون تقریبا یه چیزی رو بگیم. خب طبیعتا مطالبات که میره بالا، ما رو مجلس میخوان، این ور اون ور فشار میارن، چرا وظیفتون انجام نمیدید؟ و نهادهای مسئولی که در این زمینه هستن بالاخره تصمیم گیری میکنن، ما وارد عمل میشیم، باز هم برگردیم به همون شعار ما، باز میبینه بقیه نیومدن تو میدون سهمشون. بله من عرض کردم مثلا صدا سیما چرا مذرات و پیامدهای استفاده از ماهواره رو به لحاظ اخلاقی، خب اینو تبیین نمیکنه برای مردم، اطلاع رسانی نمیکنه. البته من میدونم نه الان در اون حد نیست، یعنی مردم احساس میکنن یه تسهیلاتیه، پلیس اومده اینو داره دستشون در میاره، ترجمه میکنیم مثلا یه رفاهیاتی داشتن، اینو داره از اونو محرومشون میکنه. در حالی که اگر ما این پیامدها اینو به خوبی شرح بدیم، شاید خیلی مردم خودشون صرف نظر کنن. یا شما الان پوشش آنتن مثلا، پارسال من سوال همین سوالو کردید، پوشش آنتن صدا و سیما اگر همه جا وجود داشته باشه، خیلی اصلا میذارن که تلویزیون ایران رو ببینن، این مشکل برطرف میشه. یا جذابیت های برنامه، من میدونم صدا و سیما هم ده ها محدودیت و مشکلات مثل سازمان ما داره، ولی خب همه دستگاه ها باید همه با هم بیان تو میدون تا جواب بگیرن. پس ما ببینیم، ما وظایف قانونی در رابطه با برخورد با جرم ماهواره داریم. این که فرمودید آیا مجوز دارید یا نه، در برخورد با جرم مشهود برابر قانون نیرو انتظامی نیاز به مجوز نداره، به عنوان ضابط عام دستگاه قضایی.
جرم مشهود اگر دید باید برخورد بکنه، اما اونجایی که جرم مشهود نیست، اگر ما باندی نباشه برای ماموران خودمون، وظیفه‌ای به عنوان تجسس از این که مردم در حوزه خصوصی خودشون چه میکنن قائل نیستیم. توجه فرمودید؟ بله. ولی اگه باندهای توزیع و نصب و اینا موضوع تولید و قاچاق و غیره اینا واسشون فرق میکنه، ما با اونا برخورد میکنیم. اما یک مسئله دیگه پیش میاد، حالا این تجهیزات نصب کرده در محلی که ما هم داریم میبینیم، ولی تو خونه مردم هم هست، حتما اینجا با مجوز فضایی مأمور ما وارد میشه، چون دیده باید برخورد کنه، ولی چون حریم خصوصی مردمه وارد حریم خصوصی نمیشه مگر با مجوز قضایی. چندی پیش ITU در بیانیه‌ای که از سوی شورای قوانین رادیویی این اتحادیه سازمان ملل صادر شده بود گفته است که پارازیت‌ها از داخل مرزهای ایران می‌آید و از سیگنال‌های شبکه‌های ماهواره‌ای که از سوی یوتلسات که یک ماهواره فرانسوی است رو آسیب می‌رسونه. این اتحادیه از ایران خواسته که منبع پارازیت‌ها را بیابد و حذف آن را در بالاترین اولویت خود قرار دهد. یوتلسات ماهواره اصلی اروپا و یکی از سه گرداننده ماهواره اصلی دنیاست که مرکز آن در پاریس است. میلیون ها نفر در سراسر دنیا از خدمات این شرکت استفاده می کنند و نزدیک به 3400 کانال تلویزیونی از طریق این ماهواره پخش می شود. این سازمان پخش پارازیت از سوی ایران را عمدی و مغایر با قوانین دانسته و خواستار توقف آن شده است. سان جای آچاریا سخنگوی ITU اتحادیه ارتباطات بین المللی دوربرد سازمان ملل متحد با ذکر اینکه این موضوع به ایران گفته شده است و ایران مسئولیت آن را نپذیرفته است تصریح کرد که ایرانی ها گفتند درباره آن تحقیق خواهند کرد. سال 88 بود که وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که به موضوع پارازیت ها به صورت جدی برخورد خواهد کرد و اون رو پیگیری میکنه. مرضیه وحید دستگردی وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این باره به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته بود که این وزارتخانه با وزارت ارتباطات جلسه پیوسته ای را برای بررسی همه جانبه موضوع پارازیت ها برگزار میکند. خانم دستگردی گفته بود این جلسات برای این برگزار میشود که مسئولان بدانند درباره این موضوع چه باید بکنند و سپس اقدامات عملی را انجام دهند. به این ترتیب وزیر بهداشت ایران با وجود تایید زیانبار بودن این امواج هیچ توضیحی درباره جزئیات دیگر آن و اینکه این امواج از سوی کدام دستگاه یا نهاد و با دستور کدام مرجع منتشر می شود توضیحی نداد. در این حال زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما مدعی است که هیچ نهاد پزشکی این مسئله را تایید نکرده است و می گوید اگر ارسال و دریافت سیگنال ها باعث عقیم شدن مردم شود در این صورت همه مدیران صدا و سیما باید عقیم باشند، به جهت اینکه در این سازمان حضور دارند و قدرت سیگنال ها در این مکان 10 برابر بیشتر از جاهای دیگر است. در این حال سه شنبه 28 آذر 1391 بود که قانونی مشترکاً از سوی کنگره و سنای آمریکا تصویب شد و در اون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان نهاد ناقض حقوق بشر و همچنین رئیس آن عزت الله زرقامی شامل تحریم‌های دولت آمریکا قرار گرفتند. در متن این قانون آمده است که رئیس جمهور آمریکا موظف است که بر طبق لایحه جامعه تحریم های ایران، تحریم سازمان صدا و سیمای ایران و رئیس آن را به دلیل نقض حقوق بشر اعمال کند. این بخشی از نتیجه اعتراضات سازمان های حقوق بشری نسبت به نقش صدا و سیما و دستگاه های دولتی در ارسال پارازیت و پخش برنامه هایی بود که در سال 88 به نحو چشمگیری پخش شد. با این حال چندی پیش وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که تحریم های صدا و سیمای ایران را موقتاً لغو می‌کنند. آمریکا می‌گوید این تصمیم به دنبال این گرفته شده است که ایران تضمین داده است از داخل خاکش روی ماهواره‌ها
پارازیت نمی‌اندازد. بنا به اعلام وزارت امور خارجه، هم‌اکنون اختلالی از درون ایران سرچشمه نمی‌گیرد و علاوه بر این در نشست‌های فنی سازمان ارتباطات ماهواره بین‌المللی ایران متعهد شده است که در آینده چنین اختلالی ایجاد نکند. آمریکا می‌گوید این لغو تحریم‌ها موقت و قابل بازگشت است. پیش از این شماری از شرکت‌های بین‌المللی ماهواره‌ای ارائه خدمات خود را به شبکه‌های رادیو و تلویزیون دولتی ایران متوقف کرده بودند. شرکت هاتبرد و یوتلسات در مقطعی اعلام کردند پارازیت‌های ارسال شده از طرف ایران در فعالیت کل شبکه‌های تحت پوشش این شرکت‌ها اخلال ایجاد می‌کنند. در بخشی دیگر، هفته گذشته گزارش شد که وزارت خزانه‌داری دولت باراک اوباما با اعطای یک مجوز عمومی تحریم‌های مرتبط با برخی از خدمات و تجهیزات اینترنتی و مخابراتی برای استفاده شخصی کاربران ایرانی را لغو کرده است. این اقدام ثمره تلاش فراوان فعالان و سازمان‌های مدنی و حقوق بشری بود است که با آگاهی بخشی در این زمینه مقدمات لغو این تحریم را فراهم آوردند. به موجب این مجوز عمومی خرید نرم افزارها، اپلیکیشن‌های موبایل، سخت افزارهای گوشی‌های تلفن همراه، یارانه‌های شخصی و همچنین پرداخت برای میزبانی وبسایت و مواردی از این دست از دایره رژیم تحریم خارج شده و شهروندان ایرانی می توانند به خرید این تجهیزات و خدمات بپردازند. علی اکبر موسوی خوئینی، نایب رئیس کمیته مخابرات مجلس ششم و پژوهشگر فناوری ارتباطات در مریلند که یکی از افراد پیگیر در زمینه رفع تحریم‌های فوق بوده، در این مورد به وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته بود که در بین مجوزهای صادر شده برای امور تکنولوژی ارتباطات ایران شاید بتوان گفت دریافت این مجوز که در برگیرندگی تبادلات مالی و پولی و پیچیدگی‌های فنی و حساسیت‌های دیگر است، از سخت‌ترین مواردی بود که طی سالیان گذشته شاهد آن بوده‌ایم. لازم است که از دولت اوباما به دلیل توجه به استدلال‌های کارشناسی از سازمان‌های حقوق بشری ایرانی آمریکایی یا فعال در عرصه آزادی اینترنت برای ارسال و پشتیبانی نامه و از کارشناسانی مانند کالین اندرسون در کمک به نتیجه رسیدن این کمپین قدردانی بکنیم. در این حال نامه ای از سوی دو تن از زندانیان سیاسی منتشر شده که در اون از آقای مهندس علی اکبر موسوی خوئینی تشکر شده است. در این نامه آمده است که اطلاع از موفقیت حضرت عالی و سایر همکارانتان در خصوص پیگیری رفع تحریم های حوزه ارتباطات و مبادلات الکترونیکی علیه ایران موجب خرسندی و مباهات شد. این اقدام مسبوق به سابقه جناب‌عالی و همکاران که به خوبی حکایت از پایبندی به منافع ملی و کوشش ستوده در راستای بست حق بهره‌مندی هموطنان از جریان آزاد اطلاعات از سوی شما دارد، نشان داد که هوادار آرمان‌ها و مطالبات ملی و کنشگر دغدغه‌مند تقویت جامعه مدنی و جریان دموکراسی خواه فارغ از قید مرزها دل در گروه ملت خیش دارد و در هر شرایطی متعهد به رفع چالش‌های پیش روی زیست فردی و جمعی هموطنانش بوده و در یک کلام نماینده آنهاست. امریکا چه در مقام وکیل مردم تهران در مجلس ششم و چه پس از آن در عرصه جامعه مدنی و سیاست ورزی بارها آن را به اثبات رسانده اید. توفیق روزافزون در مسیر خدمت به ایران و ایرانی رفیق راهتان باد. نامه رو عبدالله مؤمنی و حسن اسدی زیدآبادی از زندان اوین برای آقای مهندس خوئینی ارسال کرده بودند. در برنامه امروز همونجور که اشاره کردم با آقای مهندس علی اکبر موسوی خوئینی همراه شما خواهیم شد تا این موضوعات رو با حضور خود ایشون بررسی بکنیم. آقای مهندس سلام، به برنامه ما بسیار خوش آمدید. اگر اجازه بدید اول به سراغ لغو تحریم های صدا و سیما بریم. اگر امکان هست توضیح بدید این تحریم ها
به چه دلیلی لغو شده و آیا به واقع دیگه پارازیتی بر روی سیگنال های ماهواره‌ای حداقل از داخل کشور ارسال نخواهد شد؟ بله، با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. در ارتباط با اون مثلا لغو تحریمی که گفته شد یا صدور مجوزی که برای صدا و سیما ماهواره‌هاشون بتونن استفاده کنن داده شده، من واقعیتش در جزئیاتش نیستم، ولی در حدی که مطلع هستم برای 6 ماه گفتن این مجوز رو صادر کردن و مشروط به این که در داخل ایران پارازیت در واقع نباشه. عمدتاً این کار به شکل دو نوع انجام می شده در طی سابقه که ما ازش سراغ داریم. من در زمانی که مجلس ششم پیگیر این موضوع در واقع بودیم تو کمیته مخابرات، خاطرم هست که اون دو نوع رو انجام می دادن و الان هم همون دو نوع داره صورت می گیره. یکیش این که به سمت ماهواره از منبع این پارازیت‌ها رو ارسال میکنن که در کل دنیا اون ماهواره در واقع تو اون فرکانس و اون کانال از کار میفته. دوم میان در داخل شهرها به صورت مستقیم روی دیشای ماهواره به اصطلاح میفرستن که تو این شکل دومش علاوه بر اختلال در اطلاع رسانی، نگرانی‌های زیادی در حوزه پزشکی رو هم در واقع ایجاد میکنه برای سلامت مردم. استانداردهایی تو این زمینه گذاشته شده و خطوط قرمزی وجود داره که خیلی نگرانی‌های تو این زمینه در واقع ایجاد میکنه. در اون مقطع در مجلس ششم خب وزارت ارتباطات جاهای اینها رو شناسایی کرد، چون از نظر فنی امکان ردیابی کامل وجود داره، این کار صورت گرفت و اطلاع رسانی از طرف مجلس صورت گرفت و این کار متوقف شد در داخل کشور. ولی در خارج کشور بعدها معلوم شد این کار دوباره صورت میگیره. معلوم شد توسط رادیویی که سازمان ITU و شرکت‌های ماهواره‌ای انجام دادن، معلوم شد در حاشیه شهر هاوانا در کوبا این کار صورت میگیره که دولت کوبا هم این رو بعداً متوقف کرد و این داستان از دوره اصلاحات به بعد تا پایان دوره اصلاحات به اصطلاح متوقف بود تا اون 8 سالی که دولت عوض شد و این داستان ها تکرار شد. الان اونجوری که گفته میشه همین دو مسیر دو راه داره انجام میشه، منتها مسیر اول یعنی ارسال پارازیت به سمت ماهواره ها در اثر اون فشارها گفته شده که از اکتبر 2012 یعنی مهر ماه سال 91 متوقف شده، ولی نوع دوم متاسفانه گفته شده که از اون موقع به بعد همچنان ادامه داره و همین چند روز هم که این خبر منتشر شد گفته شد که یعنی شهروندان خیلی مثل که تماس گرفتن با رسانه ها و گفتن از شهرهای مختلف که این مشکلات رو همچنان باش مواجه هستن. البته بالا پایین داره به اصطلاح و کم و زیاد میشه، ولی همچنان این کار ادامه داشته و داره متاسفانه. اون چی که فکر میکنم وظیفه دولت هست اینه که این کمیته‌ای که توسط دولت آقای روحانی در وزارت بهداشت گفتن تشکیل شده و وزارت ارتباطات هم در واقع به نوعی عضو اون هست، اونها بایستی باز همین کار رو انجام بدن، به مردم اطلاع رسانی بکنن که اولا جای اینها کجاست. چون جاش مشخص نشه نمیشه در طول مسائل پزشکیش هم صحبت کرد، چون یکی از استانداردهای یکی از شاخص‌ها اینه که فاصله محل ارسال این تشعشعها با افرادی که دارن زندگی میکنن و مردم چقدر هست. این رو باید به مردم اطلاع بدن که جای اینها کجاست. و دوم این که در ارتباط با توان تشعشع اینها اطلاع رسانی بکنن که چه میزان توان تشعشع داره ازش بهره گرفته میشه. تا اینها رو نگن اعتماد ایجاد نمیکنه. دوم هم این که اجازه بدن پزشکان آزادانه نظرات تخصصی خودشون رو بگن و بهشون اونها رو تهدید نکنن مثل مواردی که قبلا اتفاق افتاده. ولی در صورت این کار خلاف مقررات بین‌المللی هست. ایران فارغ از این جور تحریم‌ها فکر می‌کنم خیلی وجهه بدی داره که به خاطر چنین کاری به خاطر تحریم بیان مثلا اینو مشروط بکنن بگن که بر نمی‌داریم. این یک مسئولیت ملی و وظیفه انسانی در واقع در دولت هر دولتی هست که به ملت خودش پاسخگو باشه و این اقدامات رو جلوش رو در واقع بگیره، هم از نظر قوانین بین‌المللی در زمینه مخابرات و هم از جهت استانداردهای سازمان بهداشت جهانی. آقای مهندس، شما در زمانی که در مجلس ششم هم بودید پیگیر مسئله پارازیت ها بوده و خب در مقدمه هم به اون اشاراتی رو من
داشتم. اما از زبان خودتون بشنویم، بسیاری از مردم بر این باورند که اگر این پارازیت ها خطری برای سلامتی شهروندان داشته باشه، به صورت عمومی در تمام شهر این موضوع پخش خواهد شد و حتی خود مسئولان رو هم در بر خواهد گرفت. آیا پخش این سیگنال ها در مناطق مختلف شهر متفاوت خواهد بود؟ قوت و شدت اونها قابل اندازه‌گیری است؟ و در نوع کلی با توجه به تحقیقاتی که خودتون انجام دادید، نحوه ارسال این پارازیت ها در داخل کشور به چه شکل است؟ بله، طبق اون آمار و برآوردی که در دوران مجلس ششم وزارت ارتباطات انجام داد، به خاطر همین بزرگ بودن شهر تهران، پست بلندی ها، ارتفاعاتی که در واقع اونجا وجود داره، دید مستقیم کم میشه. به این خاطر در واقع مجبور بودن علاوه بر مراکز ثابت، چندی مرکز ثابت این کار انجام بدن، به خاطر از بین بردن نقاط کور از یه سری کامیون ها استفاده بکنن که در داخل شهرها و تهران به خصوص اینها تردد میکردن تو کوچه پس کوچه ها، و گزارش های مردمی هم که در واقع وجود داشت همین رو تایید میکرد. مردم میگفتن که به اصطلاح بعضی ساعت ها این پارازیت ها میان، مثلا یک ساعت هست، دو ساعت نیست، همینجوری و مربوط به این داستان میشد. اینها رو که ردیابی کردن، مشخص شد این کامیون ها هم دارن این کار رو انجام میدن، و این یکی از به اصطلاح نگرانی هایی بود که در واقع ایجاد میکرد، چون این کامیون ها میان از کنار مردم در جایی که مردم دارن تردد میکنن و در سکونت دارن میکنن، از اونها نزدیک میشن، و این کار در واقع خطرناکی هست. یا اینکه اگه بخوان از این وسایل سیار استفاده نکنن، مجبور میشن توان تشعشع خیلی خیلی زیادی رو استفاده کنن در اون مراکز ثابت، که اون هم یه حد و حدودی داره و ممکنه خط قرمز رو در واقع ازش عبور بکنن، اون هم در واقع خطرناک میشه. بنابراین وزارت بهداشت باید بیاد اعلام بکنه، بگه که در کجا این کارها صورت گرفته، این رو وزارت ارتباطات بهشون میتونه کمک بده، و اینا اعلام بکنن، بگن فاصله اینها با مردم، و دوم توان و تشعشع اینها در واقع چقدر بوده، اطلاع رسانی بکنن، بگن که ایراد داشته یا نداشته. ولی از بعد اطلاع رسانی و از جنبه مقررات بین المللی، ایران متعهد هست که این کار متوقف بکنه، و امیدوار هستیم که مسئولانه به این موضوع نگاه بکنن و به اصطلاح این مسیر بازم متوقف بشه. آیه مهندس خوینی، اگر اجازه بدید به سراغ موضوع بعدی هم بریم، و اون لغو تحریم هایی که در حوزه تکنولوژی و بر صورت خرید نرم افزارها بوده. خود شما یکی از کسانی بودید که بسیار پیگیر این موضوع بودید. در مقدمه هم نامه تشکر آقای بومنی و آقای اسدی زیدآبادی را براتون خوندم. به نحو خودمونم باید از شما تشکر بکنیم، اما میشنویم از زبان خودتون چگونه است این تحریم ها به چه شکل لغو خواهد شد و چه مواردی رو شامل خواهد شد؟ بله، من در این رابطه بیشتر در جریان هستم، برعکس موضوع قبلی که مربوط به تحریم صدا و سیما بود، جزئیاتش رو بیشتر دنبال کردم. این مربوط میشه به یک مجوزی که در خرداد همین امسال، یعنی سیوم ماه می 2013، وزارت دارایی آمریکا صادر کرد، اوفک، که سخت افزار، نرم افزار و سرویس های اینترنتی و مخابراتی رو برای ایران آزاد کرد، از شمول تحریم ها در واقع خارج کرد. خب مشکلی که در موقع وجود داشت، سوالی که مطرح بود، این بود که خب چه جوری اینها رو خریداری بکنن با توجه به تحریم های بانکی که در واقع وجود داره برای ایران. پاسخی که داده شد اون موقع این بود که نه، این الان ما برایش راهی نداریم، به صورت به اصطلاح هدیه میتونن کسایی براشون بخرن بفرستن، و یا اینکه نرم افزارها و چیزایی که رایگان هست، اونها رو شرکت‌های آمریکایی دیگه اجازه دارن که در ایران در دسترس مردم قرار بدن. ولی برای جابجایی پول و خرید اونها راه حلی نداشتن، میگفتن چون تحریم‌های بانکی هست. به هر حال پیگیری‌های زیادی تو این زمینه صورت گرفت از نظر فنی و حقوقی که این مسئله تفکیک بشه و راه براش باز بشه. نهایتاً در هفتم ماه فوریه، همین چند روز گذشته، تو بهمن ماه
این اجازه صادر شد برای اون لیست از اقلام، چه نرم افزار، چه سخت افزار و چه سرویس، هر نوع سرویسی که نیاز به شارژ باشه در واقع از شمول تحریم ها خارج شد و اجازه دادن که ایرانی ها پول بابتش مبادله کنن. حالا الان وقتشه که هم شرکت های آمریکایی مثل اپل و نمیدونم مایکروسافت و سیسکو و امثال هم در چارچوب این مجوز برای اون ارتباطات شخصی، وسایل که از تحریم خارج هست، با دولت ایران وارد صحبت بشن که این سرویس ها رو به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار بدن که ارزونتر قاعدتا خواهد شد و آسونتر. و دوم هم این که خود دولت آقای روحانی، بانک مرکزی و وزارت دارایی و اینها باید تلاش بکنن که برن در چارچوب همون مقررات بین المللی ویزا کارت و مستر کارت و حتی سرویس های پرداخت مالی آنلاین مثل پیپل و اینها رو فعال بکنن و اقلا فعلا برای این موارد و موارد دیگه‌ای که از تحریم ها خارج شده، از شمول تحریم ها خارج شده مثل دارو، بتونن مردم از این سرویس ها استفاده کنن. البته نکنن هم به شکل غیر مستقیم با واسطه های بیشتر و البته یه مقدار گرونتر این کار میتونه ادامه داشته باشه، ولی خب خیلی میتونه کار مردم رو تسهیل بکنه اون کارت های اعتباری. اگر بخوایم بحث رو جمع‌بندی هم بکنیم، آینده این تحریم ها رو چگونه خواهید دید و فکر میکنید در حوزه های از این دست چگونه میشه اقدام کرد که اون بخش از تحریم هایی که به زندگی روزمره مردم داره برمیگرده و البته بخش دیگری که به جریان تبادل آزادانه اخبار و اطلاعات برمیگرده بتونه با راحتی انجام بشه و به طور کل چگونه فکر میکنید امکان این وجود داره که از این دست موفقیت ها رو بیشتر کرد؟ بله، من فکر میکنم مشکل عمده‌ای که در واقع توی آمریکا وجود داره اینه که سری مجموعه ها که حوزه بیشتر چارچوب و وکلا و افرادی هستن که در واقع به لحاظ حقوقی تسلط بیشتری دارن و توی این زمینه مهارت دارن، نیاز هست که پیگیر این مسائل باشن. دوم هم مجموعه های سازمان های و حوزه هایی که در واقع به شکل بازم حرفه‌ای ولی بیان تشریح بکنن این موانع و مشکلات رو برای مردم، ضررهایی که میزنه، این پیگیری ها رو در واقع لازمه که در ارتباط با ایران شاید کمتر بوده. اگر این کارها در واقع صورت بگیره، سرعت بیشتری به نظر میاد به وجود بیاد برای اینکه این تسهیلات افزایش بده بکنه و این موانع راحت تر برطرف بشه. در ارتباط با کورس ارا یک نمونه مثلا اتفاق افتاد، گفتن که این فیلتر شده در ایران، یعنی به اصطلاح منع شده به داخل ایران. طبق اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، این از طرف دولت رسما به این شرکت گفته نشده که شما اینو منع کنید، ولی وکلای خود اون شرکت احتیاطایی کردن، فکر کردن به اصطلاح به قول معروف زهر چشم ممکن ازشون بگیرن و ترسی که در واقع داشتن باعث شده که این کار رو انجام بدن. بنابراین پیگیری ها لازمه و مطمئن هستم که این به اصطلاح موانع به زودی برطرف خواهد شد، منتها یه مقدار زمان میخواد و یه مقدارم همت و تلاش میخواد. من تشکر میکنم از شما آقای مهندس خوئینی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. به هر صورت امیدوارم که باز هم این امکان رو داشته باشیم که مزاحم شما بشیم و خبرهای خوبی از این دست رو از زبان خود شما بشنویم. باز هم ممنون که وقتتون رو به ما دادید. از شما هم تشکر میکنم که همراه برنامه تفسیر خبر امروز بودید. به صفحه فیسبوکی ما مراجعه کنید، از اون طریق برنامه های تفسیر خبر رو به صورت آرشیو شده میتونید مشاهده کنید و همچنین از طریق همون صفحه فیسبوکی و یا آدرس ایمیل برنامه با ما در ارتباط باشید و با ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون ما را در بهتر شدن این برنامه یاری برسونید. امیدوارم که روزگاران خوبی داشته باشید و تا درودی دیگر، بدرود.